به نام خدا، مهران بافنده هستم. دوره که پیش رو خواهیم داشت دوره میکرو کنترلر های LPC سری 17 خواهد بود، اما برای شروع لازمه که یک سری از مبانی و یادآوری هایی از میکرو کنترلر ها داشته باشیم. در شروع کار یادآوری کنیم که میکرو کنترلر به چه معنا بود. میکرو کنترلر ها چیپ هایی هستند که هسته اصلی اونها پردازنده است که وظیفه پردازش اجرای فرامی رو به دنبال خواهد داشت. این پردازنده برای روال کاری خود نیازمند حافظه است. این حافظه به دو دسته حافظه های اصلی مثل رم و حافظه های جانبی مثل فلش تقسیم میشن. نکته اینجاست که ممکنه یک میکروکنترلر واحد حافظه جانبی خودش رو درون خودش نداشته باشه. اکثر میکروکنترلرهایی که شنیدین و در بازار به صورت عمومی استفاده میشن میکروکنترلرهایی هستند که دارای حافظه فلش هستند. اما با توجه به اینکه حجم پردازش ها در حال افزایش هست، در میکروکنترلرهای جدید شاهد این خواهیم بود که حافظه فلش از درون میکروکنترلر حذف و روی بورد کنار چیپ میکروکنترلر قرار بگیره. برای همین فلش ها به عنوان هسته اصلی بخش میکروکنترلر میتونند نباشند، ولی حافظه اصلی رم رو میتونند داشته باشند. گرچه با توجه به افزایش حافظه های رم و تخصصی تر شدن ارتباطات اونها در میکروکنترلرهای جدید و پرسرعت، حافظه های رم نیز به بیرون از میکروکنترلر منتقل میشوند. از طرفی به میکروکنترلر ادوات جانبی رو هم شامل میشه. این ادوات جانبی مثل GPIO ها، پورت های سریال، پورت های USB، پورت های شبکه، پورت های سریال مانند SPI یا I2C و دیگر ادوات که تکمیل کننده یک مغز سیستم روی یک دستگاه باشند. اما یک نکته هست که معمولا در تعریف میکروکنترلرها بسیار مهم جلوه میکنه، اونم این هست که تفاوت میکروکنترلر با میکروپروسسور در چی هست. دقت بکنید، میکروکنترلرها دارای یک پارچه سخت افزاری حافظه ها و ادوات جانبی هست. این در صورتیه که میکروپروسسورها این گونه نیستن. مثل چی؟ کامپیوترهای خانگیتون، PC ها، لپتاپ ها، اینا سیستم های میکروپروسسوری هستن. رم ها جدا، هارد جدا، مین بورد جدا، IO ها جدا، چیپست جدا. دقت بکنید همه چی از هم جداست و بسته به دیزاین کنار هم قرار میگیرن. اما میکروکنترلر اینگونه نیست. مخصوصا ادوات جانبی پریفرال ها کاملا تو خودش قرار میگیرن. گرچه که در اسلاید قبل هم گفتم ممکنه حافظه ها به علت حجم و سرعت اونها از داخل چیپ بیرون بیان. خب بیایم سراغ واحد اصلی، واحد پردازنده. ما هدفمون مرور و یادآوری هست. میکروکنترلرها دارای یک بخش اصلی و مرکزی به نام CPU هستند. CPU ها میتونن معماری های مختلف داشته باشن که ما میکروکنترلرها را به اونها ممکنه بشناسیم، مانند میکروکنترلرهای AVR، پیک، آرم های کلاسیک و آرم های کورتکس و معماری های قدیمی تر مانند معماری های Z80 یا معماری های 851 نیز جز معماری های پردازنده ها هستند. و خانواده که ما قرار بر اون کار کنیم بر اساس معماری آرم کورتکس هست. آرم کلاسیک و آرم کورتکس رو در بخش های بعدی به صورت کامل باز خواهیم کرد. اما در بخش دوم یادآوری میرسیم به عرض بیت، عرض بیت کور. شاید با اصطلاحاتی مثل 8 بیتی، 16 بیتی و 32 بیتی تا حالا آشنا شده باشیم. اما این عرض بیت به چه معناست؟ تعداد بیت موجود در یک رجیستر عمومی. یک رجیستر عمومی که داخل خود پردازنده قرار گرفته چقدر بیت میتونه در خودش ذخیره کنه. یک هسته 8 بیتی عرض رجیسترهاش 8 بیت است. از طرفی بازهای آدرس و دیتا که قراره به پریفرال ها یا حافظه متصل بشند دارای عرض بیت 8 بیت، 16 بیت و یا 32 بیت هستند که بسته به معماری متفاوته. اگر یک پردازنده 32 بیتی باشه، عرض باس آدرسش 32 بیته و رجیسترهاش هم 32 بیته. از طرفی فقط عرض رجیستر 32 بیت یا آدرس کافی نیست. ما باید پردازنده‌ای داشته باشیم، واحد ALU داشته باشیم که بتونه عرض مورد نیاز ما رو به ازای یک فرمان اسمبلی پشتیبانی کنه. به طور مثال اگه قرار باشه دو عدد 32 بیتی با هم جمع بشن، یک فرمان اسمبلی برای این کافی باشه. این در صورتی که اگه بخواد
یک عدد 32 بیتی و یک عدد 32 بیتی دیگه در یک معماری 8 بیتی جمع بشه، امکان استفاده از یک فرمان غالبا وجود نداره و اون پردازنده 32 بیتی نخواهد بود. اما در ادامه مثال هایی داریم. AVR ها مانند AT Mega 16 که بسیار عرف و مورد استفاده هست 8 بیتیه. هسته پیک های نظیر 16F18446 هم 8 بیتیه. آرم هایی که ما قرار باهاش کار بکنیم مثل LPC 17، خانواده LPC 17 با توجه به اینکه آرم کورتکس هستند 32 بیتی خواهند بود و ما توانایی این رو داریم که محاسبات 32 بیتی رو با سرعت بیشتری روی اونها داشته باشیم، همچنین میزان حافظه بیشتری رو هم داشته باشیم. خب مزایای پلتفرم 32 بیتی چی هست؟ به دو قسمت تقسیم میشه، مزایایی که اصلی هستن و مزایایی که فرعی هستن. مزایای اصلی مزایایی هستن که در واقع مستقیم با 32 بیتی بودن در ارتباطن، مانند جابجا کردن اطلاعات 32 بیتی که این خودش باعث افزایش پرفورمنس میشه. محاسبات 32 بیتی بازم در یک فرمان که این باز هم باعث افزایش کارایی میشه. از طرفی با توجه به اینکه ما طول آدرس باسمون 32 بیت خواهد بود، 2 به توان 32 که معادل 4 گیگابایت میشه، میتونیم حافظه به پردازنده متصل کنیم. به اون مزایای فرعی، خب با توجه به اینکه پلتفرم های 32 بیتی معماری جدیدتری دارند، قابلیت این که چیپ های با کیفیت بالاتر داشته باشن و متعاقبا با اون فرکانس های بالاتری رو پشتیبانی بکنن هست و با توجه میگم باز هم جدید بودن، طول عمر پشتیبانیشون هم افزایش پیدا میکنه. همه چی دقت بکنید تو بخش فرعی برمیگرده معماری جدید بودن. ادوات جانبی، پریفرال هایی که درون پردازنده قرار میگیرند با توجه به اینکه پیشرفت علم بیشتر بوده، تکنولوژی بیشتری دارند. به طور مثال یک پورت سریال در یک AVR اگر 5 تنظیم داشته باشه، یک پورت سریال در یک آرم حداقل 10 الی 12 تنظیم مختلف رو داره که در واقع امکانات بهتری در اختیار طراح و برنامه‌نویس قرار میده. یک قانونی هست، قانون مصرف توان کمتر. هر چی تکنولوژی سافت بالاتر میره، هر چی نانومتر طراحی پایین‌تر میاد، مصرف توان کمتر میشه. همه مختص به معماری جدید بودنه و با توجه به که نانومتر پایین تر میاد، مصرف توان هم کمتر میشه و باز هم با توجه به کاهش اندازه ها، خود ابعاد میکرو کنترلر هم میتونه کوچیک تر باشه. در مجموع پلتفرم های 32 بیتی پلتفرم های بروزی هستن که حضور اونها تو خانواده میکرو کنترلر ها بسیار پرکاربرد هست و پیشنهاد میشه که تمامی طراحی های جدیدی که در حال انجام هست بر روی پلتفرم های 32 بیتی باشه تا خصوصا طول عمر پشتیبانیشون و طراحی دستگاه ها بهتر باشه. قصد داریم که با خانواده های آرم و کورتکس آشنا بشیم. در ابتدا خانواده آرم مشابه نمودار روبرو هست. به 3 دسته خانواده آرم تقسیم میشه: آرم های کلاسیک، آرم های امبدد و آرم های اپلیکیشن. توی بحث آرم های کلاسیک، آرم های 7، آرم های 9 و آرم های 11 رو داریم که در واقع قدیمی ترین خانواده آن به حساب میان. میکرو کنترلر هایی هم در این خانواده هستن که تقریبا استفاده از اونها رو به محسوب شدن هست. و همونطور هم که میبینید میزان کارایی اونها در حداقل قرار داره. از طرفی خانواده های امبدد که به خانواده های کورتکس معروف هستند، تنوع بیشتری نسبت به آرم های کلاسیک دارن، پرفورمنس های بیشتری دارن و همچنین تطابق پذیری بهتری هم دارن. نسبت به پرفورمنس اگه بخوایم سری کورتکس رو ببینیم، کورتکس M0 پایین ترین حالت ممکن، ضعیف ترین حالت ممکن و خانواده R7 یا R7 و M7 یا M7 که در این شکل نیست که M7 جدیدن به خانواده کورتکس M اضافه شده، هم در بالاترین پرفورمنس قرار دارن. از طرفی پرفورمنس هایی که دیگه از سری Embedded که سری میکرو کنترلر ها و بورد های کوچیک و پردازش های عمومی هست خارج میشه، سری اپلیکیشن هست که بسیار اونها رو شنیدیم، مثل A9, A15, A8 و دیگر خانواده ها که اونها رو در گوشی های تلفن همراه بسیار بسیار میبینیم که معمولا هم میتونن تکستهی نباشن. بیایم سراغ خانواده کورتکس.
دقت بکنید خانواده کورتکس یک بخش داره بخش امبدد و یه بخش داره بخش اپلیکیشن. خانواده کورتکس شامل سری M، سری R و سری A هست. اگه در این اسلاید مجدد بهش نگاه کنیم، کورتکس های M، کورتکس های R و کورتکس های A. در یک نمای دیگه خود کلمه آرم رو قشنگ میتونید در انواع خانواده هاش ببینید. خانواده های A، خانواده های R و خانواده های M. A, R, M. با اینکه R مخفف واژه‌ای دیگر هست، اما خانواده های مختلفی هم به هم مشابه همچین اسمی ایجاد شدن. خب هر کدوم از خانواده ها چه ویژگی هایی دارن؟ خانواده M خانواده میکروکنترولری هست، خانواده پردازنده های عمومی هست که خانواده های M0 به عنوان کمترین توان، کمترین قیمت، بیشترین مصرف بهینه انرژی، کورتکس M3 بهینه سازی عمل کرد، کورتکس M4 قابلیت پردازش سیگنال، کورتکس M7 هم که میگم جدیداً وارد چرخه تولیدات کارخانه مختلف شده هم دارای پردازش های بسیار قدرتمندی و بالای 200 مگاهرتز هستن. از طرفی خانواده R، خانواده های ریل تایم، خانواده های امن به حساب میان و کورتکس های A5، A7، A9 و و و و تا قوی ترین اونها مانند A57 که معماری های 64 بیتی در واقع در اونها دیده میشه، خانواده های مختلف کورتکس رو تشکیل میدن. بسته به نیاز، قیمت های متفاوت، توان های پردازشی متفاوت در کورتکس ها دیده میشه. نکته اصلی از کورتکس A57 تا کورتکس M0 یا M0 یا M0 پلاس در این هست که اینجا میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از اینجا هست. یعنی یک ترید آف میان پرفورمنس و توان مصرفی که باعث میشه که ما خانواده کورتکس رو بسته به نیاز خودمون انتخاب کنیم. LPC 17 که در ادامه با هم خواهیم داشت بر اساس کورتکس های سری M3 در واقع این خانواده خواهد بود. اما بریم کورتکس های M رو در کنار هم مقایسه کنیم. با توجه که ما اختصاصا میخوایم راجع به کورتکس M صحبت کنیم، بیایم یک در واقع مقایسه بین کورتکس های M در این بخش داشته باشیم. کورتکس M0 همونجوری که قبلا گفتیم کمترین قیمت و کمترین توان مصرفی، جایگزین خیلی خوبی برای معماری های 8 بیتی مانند AVR هاست. قیمتش میگم فوق العاده نسبت به 8 بیتی هایی که عموما الان در بازار پیدا میشن مناسب تر هست و امکانات بیشتری داره و پردازش بهتری داره. کورتکس M3 یک در واقع حد میانی بین کورتکس های بالا رده M و پایین رده M هست و سرعت های مناسب خصوصا پریفرال های قدرتمندی روش نصب میشه، از جمله وای فای که تو یک سری از خانواده های شرکت های مختلف دیده میشه. کورتکس M4 مانند کورتکس M3 به اضافه یک واحد پردازش DSP هست که میتونه سیگنال های پردازشی رو با سرعت مناسب پردازش کنه. همچنین میتونه چندین دستورالعمل رو در یک فرمان انجام بده که به SIMD مشهور هست. همچنین میتونه محاسبات اشاری رو به صورت سخت افزاری انجام بده که بهش میگن فلوتینگ پوینت یونیت یا FP. کورتکس M4 در واقع مانند کورتکس M3 فقط بهبودی یافته به اساس پردازش سیگنال هست. DSP، دیجیتال سیگنال پروسسینگ. از طرف کورتکس M7 به کورتکس M7 علاوه بر ویژگی هایی که کورتکس M4 یا M4 داره، میزان توانایی محاسبات اعشاریش بر اساس دابل هست، یعنی دو برابر دقت بیشتر نسبت به کورتکس M4 داره. خب مطابقاً قیمت بیشتر و توان مصرفی بیشتری رو هم داره. دقت بکنید کورتکس های M3, M4 و M7 جزء خانواده سری 7M هستند و کورتکس های M0 جزء خانواده های 6M هستند. شما موقعی که داکیومنت های آرم رو مطالعه کنید، یک سری از ویژگی ها رو قید میکنید که برای خانواده مثلا V7M فعال هست و برای V6M فعال نیست. این در واقع خودش جدا کننده 3 دسته بالایی از 2 دسته پایینی هست و به این دقت بکنید که کورتکس M3 میان رده بین تمام این خانواده ها خواهد بود. خب بریم سراغ خانواده M یه مقایسه پرفورمنس هم داشته باشیم. اینکه مثلا این کورتکس M7 قوی تر از کورتکس M0 است به چه معنیه؟
ستون افقی کورتکس های مختلف به رنگ های مختلف هست و ستون عمودی میزان کارایی بر حسب فرکانس. اگر کورتکس M0 رو بیایم 100% در نظر بگیریم، میزان پردازشش رو، کورتکس M0 پلاس کمی بیشتر از 100% قابلیت پردازش داره. کورتکس M23 که جدیدن در واقع آمده، یک پردازنده امن با 100% قابلیت پردازش هست. و اما کورتکس M3 که 100 و تقریبا 40% پردازش، این 40% بیشتر از کورتکس M0 در یک فرکانس مشابه قدرت پردازش داره، تا اینکه کورتکس M7 بیش از 2 برابر قدرت پردازش نسبت به کورتکس M0 داره. خب بریم سراغ یه نمای اولی از کورتکس M3 داشته باشیم. کورتکس M3 یک چنین نمایی رو داره. یک نسخه از CPU V7M، واحد کنترل وقفه، واحد برنامه ریزی و مانیتورینگ، واحد بیدار شدن از وقفه ها، باس های AHP که در واقع پریفرال ها به این نقطه متصل میشن و در واقع ادوات مربوط به مانیتورینگ که میگن بحث جیتر، سیرال وایر، ITM و ETM در واقع بحث مانیتورینگ، پروگرام، دیباگینگ رو شامل میشه. دست داریم که با انواع خانواده LPC 17 آشنا بشیم. در ابتدای نگاه اولیه داشته باشیم به مشخصات اولیه. همونطور که در بخش‌های قبلی مطرح شد، این میکروکنترلر بر مبنای آرم کورتکس M3 هست. کل خانواده LPC 17 و حداکثر کلاک کاری که میتونن داشته باشن تا 120 مگاهرتز است. یه نکته جالبی که اگه بخواید در مورد این کلاک بدونید، این هست که خانواده‌های 8 بیتی مثل AVR در بهترین حالت تا 20 مگاهرتز رو بیشتر پشتیبانی نمی‌کردن و این سرعت الان 6 برابر سرعت AVR هست. در صورتی که ما یک معماری در نظر بگیریم، این در صورتی که باز هم معماری آرم یک معماری بهینه‌تری هست و علاوه بر اون یک معماری 32 بیتی هست. 512 کیلوبایت در بهترین حالت حافظه فلش داره این خانواده. بستگی به پارت نامبری که چیپی که شما انتخاب می‌کنید، می‌تونه تا 512 کیلوبایت حافظه فلش داخلی داشته باشه و حداکثر هم 96 کیلوبایت حافظه رم داخلی. دقت بکنید این مقدار حافظه رم در مقایسه با میکروکنترلرهای 8 بیتی بسیار بیشتره. تو میکروکنترلر 8 بیتی ما حداکثر تا 8 کیلوبایت رم، 10 کیلو و حداکثر تا 16 کیلوبایت رم رو داشتیم. یعنی الان در خانواده‌های LPC 17 ما 96 کیلوبایت رم داریم. این به این معنا هست که این حجم از رم برای چی ایجاد شده؟ دقت بکنید یک سری از کدها و ادواتی که درون خانواده آرم هست، مانند اترنت یا USB، برای درایو شدن و راه اندازی احتیاج به حجم زیادی از رم دارن. برای همین علاوه بر این که پون پریفرال ها توی این میکرو دیده شدن، برای بخش نرم افزار هم یک بخش از حافظه رم قابل قبول در نظر گرفته میشه. از طرفی این خانواده بر اساس 3.3 ولت کار میکنه. شاید قبلا ما میکرو کنترلر های 5 ولتی کار کرده باشیم که هم هستشون 5 ولت هست و هم آیوهاشون 5 ولت. اما در این خانواده هم تغذیه هسته 3.3 و هم آیوها 3.3. شاید براتون سوال شده باشه مگه میشه تغذیه هسته ها از تغذیه آیوها جدا باشه؟ بله، یه سری از میکروکنترلرها و یا پردازنده هایی هستن که ولتاژ هستشون متفاوت از ولتاژ آیوهاشون هست، اما این خانواده هسته و آیوش دارای ولتاژ یکسان 3.3 ولتی هست. خب بریم سراغ پکیجاشون. این میکروها به چه شکل هستن؟ سری LQFP، سری معروفی که اصلا به عنوان چیپ های SMB 4 طرف شناخته میشه و مونتاژ بسیار ساده ای هم داره، و یا سری BGA که در واقع پین ها به صورت زیر هستن و مونتاژ اون و PCB اون کمی دشوارتر از سری LQFP هست. سری BGA ویژگی اصلیشون در کاهش اندازه چیپ و متعاقبا با اون اندازه بورد هست. خب بریم یک نگاه پارامتری نسبت به خانواده 17 سری 60 داشته باشیم. اگر دقت کردین تمام ویژگی هایی که بیان شد توی کل خانواده 17 هست، اما میخوایم به صورت دقیق تر نگاه بکنیم خانواده 60 سری 17. خب اگر نگاه اجمالی داشته باشیم، اکثر خانواده دارای 512 کیلوبایت فلشه.
یعنی شما اگر LPC 1768 FBD 100 رو خرید کنید، یعنی این پارت رو خرید بکنید، 512 کیلوبایت حافظه فلش دارید و در مجموع میزان حافظه رم شما 64 کیلو بایت خواهد بود که داره پریفرال USB هم هست. همچنین USB رو حالت دیوایس هاست و OTG ساپورت میکنه. یادآوری بکنیم از USB. USB دیوایس USB هست که شما دستگاهتون مثل یک حافظه جانبی و یا یک دیوایس جانبی به یک دستگاه هاست متصل میشه. هاست مثل کامپیوتر. کامپیوترها هاست هستن. و فلشی که شما به اون متصل میکنید یک دیوایس هست. اگر یک دسته بازی به کامپیوترتون متصل بکنید اون یک دیوایس هست. و این در واقع میکروکنترلر میتونه در حالت دیوایس باشه، در حالت هاست هم باشه و یا اینکه ترکیبی از این دوتا رو داشته باشه که به اسم OTG شناخته میشه. همچنین پروتکل CAN نیز توی اون قرار داده شده. راجع به I2S یه توضیح کلی داشته باشیم. I2S یک رابطه صوتی هست برای ارتباط با کودک ها و یا ADC و دک های صوتی. اختصاصا I2S یک پروتکل شبیه SPI هست که با کمی تغییر برای ادوات صوتی، چیپ های صوتی در نظر گرفته میشه. داره D2A هست، 70 GPIO قابل استفاده داره و حد اکثر کلاکی که ما رو این خانواده که انتخاب کردیم به 100 مگاهرتز میرسه. ویژگی اصلی خانواده 60 مطابق این جدول هست. این جدول هم از دیتاشیت خانواده 6 استخراج شده. خب بریم سراغ سری 70. سری 70 هم مثل سری 60 بخش 512 کیلوبایت فلش، USB هاست و دیوایس و OTG رو داره. فقط نکته که هست این که داره E2 پیرام داخلی هم هست. این در صورتی که سری 60 داره E2 پیرام نیست. توی سری 80 هم به همین ترتیب یک قسمتی اضافه میشه به اسم LCD کنترلر که میتونه بدون استفاده از چیپ های خارجی LCD های بزرگی رنگی رو هم پشتیبانی بکنه. شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا سری 1760 یا 1770 LCD ها رو پشتیبانی نمیکنه؟ ببینید اونها هم LCD ها رو پشتیبانی میکنند، اما گاهن لازمه که چیپ های خارجی در کنار اونها به عنوان پشتیبان قرار بگیره. یه سری 80 با توجه به اینکه این بخش رو درون خودشون دارن احتیاجی به اون چیپ ها نیست. خب اونجایی که ما توی کارمون متمرکز خواهیم بود به LPC 1768 FBD100، این در واقع عدد آخری شما توی پارت نامبر میبینید به معنی تعداد پین های اون چیپ هست. ببینید FBD100 FBD100 و این خانواده 60 همشون به صورت 100 پین هستن و خانواده 70 208 پین، 180 پین، 144 پین، خانواده 80 هم 208، 180 و 144 تا. خب پس LPC 1768 FBD100 یک میکرو 1768 100 پایه، حد اکثر کلاک کاری 100 مگاهرتز، حافظه فلش 512، رم 64 کیلو، بدون ای تو پی رام، 70 جی پی آیو قابل استفاده، دارای اترنت. خب بحث اترنت خیلی در واقع مفصل هست و همون بحث شبکه، بحث IP بیس بودن هم توی بحث اترنت مطرح میشه. و بحث USB. دقت کنید USB به صورت فول اسپید هست. USB 2 شامل 3 تا سرعت و اولیش USB های اسپید هست به اسم USB HS که میتونه حد اکثر 480 مگابیت در ثانیه رو پشتیبانی کنه. از طرف USB 2 حالت FS که به صورت فول اسپید معروف است میتونه حد اکثر 12 مگابیت در ثانیه رو پشتیبانی کنه و تو حالت لو اسپید که کمترین سرعت USB 2 هست میتونه به 1.5 مگابیت در ثانیه برسه. پس 1.5 مگابیت در ثانیه، 12 مگابیت در ثانیه و 480 مگابیت در ثانیه. اینجا که قید کرده USB FS یعنی حداکثر سرعت USB که میتونه این چیپ پشتیبانی بکنه 12 مگابیت در ثانیه است. پس USB هم قبلا صحبت کردیم، CAN 2 تا، پروتکل سریال UART 4 تا، I2C 3 تا، SPI 1، 8 کانال ADC داره که هر کدومش 12 بیته و حتی اکثر سمپلی که میشه باهاش گرفت 400 کیلو سمپل در ثانیه هست. دکش هم 10 بیتیه. ببینید ADC 12 بیته، دک 10 بیته. 4 تا تایمر که هر تایمر 32 بیته، دارای RTC، ماژول مخصوص PWM، 6 تا PWM خروجی
ولتاژ کاری حداقلی که میشه بهش داد برای راه اندازی 2.4 دهم و حد اکثر 3.6 دهم که حالت اپتیمومش 3.3 دهم ولت براش در نظر میگیرن. نکته اینجاست که 2.4 دهم چه زمانی به وجود میاد؟ ببینید اگر دستگاه شما، برد شما قرار باشه با باتری کار بکنه، این باتری کم کم ولتاژش کاهش پیدا میکنه. شما حد اکثر ولتاژی که میتونید بهش بدید این تو حالتی که فول شارژ باتریتون باشه 3.6 دهم و تو حداقلی که در واقع در حال خالی شدن باتری هست 2.4 دهم. شما میتونید در واقع مینیمم و ماکسیمم رو به این مفهوم بهش نگاه بکنید. خب یه نگاهی داشته باشیم به ساختار داخلی سری 17. با توجه به اینکه این شما بزرگ هست، یکیش در اسلاید شماره 9 و ادامهش که پایین اون هست در اسلاید شماره 10 قرار دارین، این نوار که پایین اتصالات هست قسمت بالای این اسلاید شماره 10 متصل میشه. خب یه نگاه اولیه داشته باشیم. مغز اصلی خانواده یه کورتکس M3 دارای پورتای جی تگ و پورتای تریس که بیرون میکرو کنترلر متصل میشن، همچنین از طریق باس فرمان و باس دیتا به یک قسمتی وصل میشن به اسم ماتریکس AHP. ماتریکس AHP ماتریکس برقراری ارتباطات CPU با سرعت بالا هست. همونجور هم که میبینید اترنت یه واحد پرسرعت هست که اتصال اترنت به کورتکس از طریق باسای پرسرعت AHP صورت میگیره. همچنین رم پردازنده هم که احتیاج به سرعت بالایی داره برای دسترسی به خود پردازنده از طریق همین AHP انجام میشه. USB هم همینطور. ببین ادوات پرسرعت از طریق خود باس AHP متصلن. اینجا هم GPIO های پرسرعت به AHP متصلن. از طرف دقت بکنین فلش مستقیم به AHP وصل نشده. چرا؟ فلش یک دیوایس کندی هست. حداکثر سرعت قابل قبولی که میشه برای یک فلش تو نمای عمومی بهش داشت 32 مگاهرتز هست. خب این 32 مگاهرتز در کنار 100 مگاهرتز سرعت کاری پردازنده یک ناتوازنی به وجود میاره و باعث میشه یه CPU مجبور باشه که منتظر بمونه تا فلش دیتاش آماده بشه. خب این باعث میشه که ما حداکثر سرعت کاریمون کاهش پیدا بکنه. برای همین یک واحدی اضافه میشه به اسم فلش اکسلراتور، شتاب دهنده حافظه فلش که این وضعیت کندی حافظه فلش رو بهبود میده. تو پردازنده هایی که سرعت های پایینی دارن 32 مگاهرتز سرعت دارن یا 20 مگاهرتز یا 16 مگاهرتز سرعت فلش بنده مناسب هست و این واحد رو احتیاجی ندارن، اما زمانی که سرعت پردازنده بیشتر از سرعت فلش میشه همیشه یک اکسلراتور تو حافظه فلش قرار میگیره و سپس باس AHP متصل میشه. توی یک نمای دیگه بحث ریست کریستال ها و کلا سیستم کلاچ یک بلوک مجزا داخل خود پردازنده است. خب اما این AHP علاوه بر اینکه به این واحد ها متصل بود، واحد های اصلی سیستم به کجاها متصله؟ خب بریم سراغ اسلاید 10. یعنی AHP این بالا قرار میگیره. باس های داریم مثل باس های APB یا باس های کم سرعت که از طریق یک پل به خانواده AHP متصل میشن. اگر بیام AHP رو در واقع به دو قسمت در نظر بگیریم، این دو تا AHP روی سیستم داشته باشیم، اتصالاتی مثل CAN, I2C, SPI, تایمرها, ADC, DAC، واحد اختصاصی PWM، واحد RTC، در واقع تمام پریفرال هایی که به صورت جانبی سیستم ما هست از طریق باس های APV به AHP و سپس به کورتکس متصل میشن. این تو یک نمای تقسیم اتصالات نگاه بکنیم همه از طریق باس APB به سیستم متصلن. خب شاید DMA رو با تعریفش آشنا نباشیم. یک توضیحی میخوام راجع به DMA داشته باشیم. DMA به معنای Direct Memory Access، دسترسی مستقیم حافظه. این به چه معناست؟ حافظه به عنوان یک دیوایس پسیو، نه به معنای پسیو تغذیه‌ای، به عنوان یک دیوایس پسیو هست. به چه معنا؟ به این معنا که خودش به تنهایی هیچ نقشی نداره و اون پردازنده است که باهاش کار میکنه. بهش میگه اینو ذخیره کن، این اطلاعات رو به من بده و خودش هیچ کاری انجام نمیده. خب اما اگه CPU درگیر باشه و ما احتیاج داشته باشیم یه بخشی از حافظه رو جابجا کنیم، به صورت مثال دیتای از پورت سریال اومده میخوام برداریم بذاریمش توی این حافظه، یعنی از UART دیتا رو بردارم بیام بذارم داخل SRAM، این کار رو میتونه پردازنده انجام بده. اما اگه پردازنده مشغول باشه و
برای ما زمان بندی مهم باشه، یک واحد این در واقع این وظیفه رو به عهده میگیره به اسم DMA. CPU DMA رو تنظیم میکنه که اطلاعات رو از قسمت دیتا این پریفلار برداره و به SRAM منتقل بکنه. پس وظیفه DMA این هست، و یا برعکس از SRAM برداره به UART منتقل کنه بدون اینکه CPU درگیر بشه. مثل یک در واقع CPU بسیار ضعیف، بسیار بسیار ضعیف هست، فقط کارش جا به جاییه، هیچ کار محاسباتی انجام نمیده. خب چه ادواتی از DMA پشتیبانی میکنن؟ DAC، ADC، تایمرها، سریالها، ادواتی SSP که مانند SPI کار میکنن، I2S و UART ها و تایمرهای سمت راست APB. و میبینید که اتصالاتی مثل PWM، SPI 0، I2C 0 و 1 اینها از DMA پشتیبانی نمی کنند. در واقع اتصالات DMA است. اینجا هم که به صورت یک نکته مفهوم رنگ نارنجی مشخص است. قصد داریم تا با ID های مختلف ARM آشنا بشیم. اما ID به چه معنا است؟ محیط برنامه نویسی که شامل ادیتور و ابزارهای اولیه کد نویسی است. ادیتور همون در واقع محیط تایپ برنامه و ابزارهای اولیه کد نویسی که در ادامه باش بیشتر آشنا میشیم. اما آیا یک محیط ادیتور میتونه به تنهایی یک آیدی باشه؟ ناتپد یک آیدی هست. آیا درسته این حرف؟ قطعا این حرف درست نیست. آیدی شامل ابزارهای اولیه کد نویسی به علاوه یک کامپایلر هست. ناتپد به تنهایی فقط یک ادیتور هست و کد نویسی اولیه ابزارها و کامپایلری رو نداره. پس ناتپد نمیتونه این به عنوان یک آیدی شناخته بشه. خب کامپایلر به چه معناست؟ تبدیل کننده زبان برنامه نویسی مانند سی به زبان ماشین. شما به زبان سی کد می‌نویسین، میکرو زبان سی رو متوجه نمیشه. میکرو فقط یک سری اعداد به صورت باینری براش قابل درک است. و کامپایلر این وظیفه رو داره تا زبونی مثل سی رو تبدیل به زبون ماشین بکنه. اما چه آیدی هایی داریم؟ چه محیط های برنامه نویسی داریم که هم شامل ادیتور باشن، هم شامل کامپایلر باشن و هم چه ابزار اولیه کد نویسی رو داشته باشن؟ معروف ترین در واقع آیدی که برای آرم هست، کی آرم یا در اصطلاح MDK هم شناخته میشه. دو تا کامپایلر داره، کامپایلر آرم سی سی و آرم سی لنگ، که آرم سی سی کامپایلر قدیمی تر نسبت به آرم سی لنگ است. مثلا نسخه های جدید کیل ما دارای کامپایلر آرم سی لنگ هم هستیم. آیدی مطرح بعدی IDE IAR سیستم هست. یکی از بهترین آیدی های موجود میتونم به IAR سیستم اشاره کرد، که کامپایلر اون کامپایلر ICC هست، یک کامپایلر اختصاصی برای شرکت خود IAR. و یکی دیگه از در واقع پرکاربردترین آیدی ها GCC based IDE هست. ببینید هیچ اسمی در کنار این تعریف وجود نداره. یه آیدی های مبتنی بر GCC. GCC چی هست؟ GCC در واقع کامپایلر عمومی زبان سی و C++ هست که به صورت اوپن سورس ارائه میشه و یه جوری از مشتقات و خانواده های لینوکس در نظر گرفته میشه. از این در واقع آیدی ها میشه به آیدی معروف اکلیپس اشاره کرد که علاوه بر محیط خوبش از کامپایلر GCC استفاده میکنه. خب کیل پشتیبان از تمام پردازنده های آرم. تمام پردازنده های آرم رو کیل پشتیبانی میکنه. لازم به ذکر هست که کیل قبلا یک شرکت اختصاصی و مجزایی بود، اما توسط شرکت آرم خریداری شده و جز زیرمجموعه های شرکت آرم به حساب میاد. قابلیت پک سازی بسیار عالی داره کیل. پک یعنی چه؟ مجموعه ای از فریم ورک ها، درایور ها، ادواتی که به صورت کمکی نگارش شده و میشه به پروژه اضافهش کرد رو به اسم پک میشناسیم و کیل از پک ها بسیار عالی پشتیبانی میکنه و متولی اصلی ارائه پک ها هم خود شرکت کیل هست. شبیه ساز داخلی داره، یعنی در واقع بدون استفاده از سخت افزار میشه بعضی از کدها رو تست گرفت. گرچه این شبیه ساز ها همونطور که اسمشون پیداست نمیتونه تمام نیازهای اولیه رو پاسخگو باشه. ابزارهای دیباگ بسیار قدرتمندی داره. کم کم با دیباگ کدها در ادامه آشنا میشیم. دیباگ معنی خطاگیری کد هست. کدی رو نگارش میکنیم و خط به خط روی اون حرکت میکنیم و پاسخ سیستم و سخت افزار رو میسنجیم. کل در این باره ابزارهای خوب و قدرتمندی رو داره.
سادگی و قدرتمند در بروزرسانی هست که به راحتی میشه اون رو بروزرسانی کرد و در سایت خودش دانلود کرد، همچنین پک ها رو هم به راحتی آپدیت ارائه میکنه. یکی از ویژگی های اصلی که کاربر زیادی رو به خودش جذب کرده، محیط بسیار کاربرپسند اون هست. در ادامه تصویری از اون رو برای نمونه خواهیم داشت. محیط بسیار رنگارنگ که باعث میشه مدت طولانی که برنامه‌نویس با اون کار میکنه خستگی ظاهری به اون دست نده. ساخت مپ حافظه بسیار ساده‌ای هم داره. خب مپ حافظه، حالا براتون شاید برات سوال باشه که مپ حافظه به چه معنایی هست؟ چیدمان حافظه های فلش، رم و یا بخش کردن اونها رو بهش میگن مپ حافظه. شاید تو پروژه های اولیه و حتی پروژه های عمومی ساخت مپ حافظه نیازی نباشه و مپ پیشورزی که خود کیل داره کافی باشه، اما به راحتی هم میتونه مپ ها رو در اختیار کاربر قرار بده و اونها رو ویرایش کنه. خب قیمت نسبتا زیادی هم داره، با توجه به امکانات خوبی که ارائه میکنه قیمتش هم نسبتا زیاده. نسخه زنی رو هم در نسخه های جدید کاملا پشتیبانی میکنه و برای کسانی که علاقه مند به ورژن زدن نرم افزارهای خودشون با ابزارهای مثل گیت و یا اسرین هستن، بسیار هماهنگ عمل میکنه. تمام در واقع ماژول هایی رو که ارائه میکنه، ماژول هایی که برای راحتی کد نویسی یا در بحث های مثل سیستم عامل، شبکه، یو اس بی، بسیار عالی توضیحات، مستندات ارائه میکنه و هلپ های بسیار خوبی رو هم داره. کامپایلرش رو هم که در قبل گفتیم آرم سی سی و آرم سی لنگ هستن، بهینه سازی مناسبی در حجم دارن و بهینه سازی تقریبا مناسبی هم در سرعت دارن. ببینید یک ترید آف وجود داره بین حجم و سرعت. هر جا که حجم کمتر بشه، این امکان هم هست که سرعت اون هم کمتر بشه و هر حجم افزایش پیدا میکنه میتونه سرعت هم افزایش پیدا بکنه. این یک در واقع ترید آف در واقع بین این دوتا پارامتر هست. همیشه به این گونه نیست، اما غالبا به این صورتی که با کاهش حجم سرعت رو هم کاهش میده بهینه سازی کامپایلر. مستندات عالی را هم برای کامپایلر در نظر گرفته. کلا کمپانی کیل به ارائه مستندات عالی اعتقاد داره و تمام هلپایی رو که ارائه میکنه هلپایی بسیار خوب و کاملی هستند. نمایی هم از کیل اگه داشته باشیم به این صورت است: بخش پروژکت، بخش نگارش کد و بخش ابزارهای برنامه‌نویسی که در بالای کار قرار داره. محیط بسیار سبک و زیبایی رو برای برنامه‌نویسی ارائه میکنه که در ادامه ما هم کامپایلر کیل رو، آیدی کیل رو به عنوان مبنای کارمون داریم. آیدی IAR سیستم پشتیبانی از تمام پردازنده های آرم، به مانند کیل IAR هم از تمام پردازنده های آرم پشتیبانی میکنه. دقت بکنید کیل به ازای پردازنده های مختلف بسته های مختلفی از نسخه خودش رو ارائه میکنه. این در صورتی که IAR در بسته کامل خودش تمام پردازنده ها رو به صورت همزمان ارائه میکنه. از پک ها به خوبی پشتیبانی نمیکنه. پک ها در واقع همون فریم ورک ها، مجموعه کد ها، کتابخونه هایی بودن که میشد به کار اضافه کرد. معمولا از پک ها به خوبی پشتیبانی نمیکنه. شبیه ساز قدرتمندی داره نسبت از شبیه ساز کیل، در واقع وضعیتش بهتر هست. ابزارهای دیبای قدرتمند به مانند کیل IAR هم ابزارهای بسیار خوبی داره. به روزرسانی هاش نامشخص است. در واقع یکی از معایب IAR دریافت نسخه های بروز شده و اعلام بروزرسانی اون هست. محیط کاربرپسند معمولی داره نسبت به کیل. دقت کنید نسبت به کیل محیط کاربرپسند معمولی تری داره و باز هم میگم نسبت به خیلی از کامپایلرها و آیدی های دیگه که در واقع در حال استفاده است، IAR بسیار محیط کاربرپسندی داره. ما داریم ما هم مقایسه میکنیم، قیمت فولاد زیادی داره. در جلوتر هم به این نکته میرسیم که چرا قیمت زیادی رو براش در نظر گرفته. توی IAR مپ ها به راحتی در واقع ساخته میشن. توی کیل در واقع مپ ها در اختیار قرار میگرفتن، اما در نسخه های جدید IAR ساخته مپ بسیار بسیار ساده و راحت شده. نسخه زنی رو هم مثل کیل پشتیبانی میکنه، اما یکی از در واقع ضعف های IAR ماژول های اختصاصی هست، مثلا برای سیستم عامل، برای اینترنت، برای یو اس بی. ماژول های اختصاصی تقریبا ضعیفی رو ارائه میکنه. همچنین مستندات اون هم معمولی هست، برخلاف کیل که تمام مستندات اون بسیار عالی و کامل هست، برای هر بخش یک مستندات در نظر میگیره. IAR نسبت به اون
در واقع از مستندات معمولی تری برخوردار هست. و از طرفی تو نسخه های جدید محیط در واقع برنامه‌نویسی ادیتور خودش رو به اکلیپس تغییر داده. اکلیپس یک IDE در واقع بسیار منعطفی هست که IR سیستم با توجه به اوپن سورس بودن اون در واقع داره از اون استفاده میکنه. کامپایلرش هم که گفتیم بس ICC بهینه‌سازی در حجم خوب و در سرعت خوب. در تو کامپایلرهای کیل به صورت مناسب و کامپایلرهای IR به صورت خوب در حال مقایسه شدن با یکدیگه هستن. مستندات هم که گفتیم مانند قبل مستندات متوسطی رو ما در از IR شاهد هستیم. محیط IR ها رو هم به این شکل است: یک محیط برای پروژه، محیط ادیتور و ابزارهای لازم برای برنامه‌نویسی. اما بیایم سراغ کامپایلر معروف GCC. دارای آیدی های مختلف، اسامی مختلف، رایگان. اکثر شرکت ها از این کامپایلر استفاده میکنن و یک اکلیپس رو هم کنارش میذارن و به عنوان آیدی شرکت خودشون مثل رایگان